سلام به شما مخاطبین عزیز تیوی پلاس، افتخار میکنیم که ما رو برای تماشا انتخاب کردین. عید هاتون مبارک باشه، چون دقیقا الان در فاصله دو تا عید عزیز هستیم. امشب هم که تولد امام هادی هستش بهتون تبریک میگیم، امیدواریم که همیشه خنده روی لباتون باشه. یه مناسبت خیلی شیرین هم داره این مصاحبه، سالگرد ازدواج سرکار خانم بهاره رهنما و همسر محترمشون جناب آقای عباسی هستش و ما خدمتشون رسیدیم که به این مناسبت یک گفتگوی خیلی شیرین با هم داشته باشیم. سلام عرض میکنم. تبریک میگم. خیلی خوشحالم که به فاصله یک سال دوباره در خدمتتون هستیم. خیلی برام جالبه که پارسال برای مصاحبه که پیش هم دیگه بودیم چقدر هممون هی استرس داشتیم و فکر میکردیم که حالا این مصاحبه مثلا قراره کی پخش بشه و چجوری بشه. اگرچه که کلا خودت میدونی من نسبت به چیزای منفی بیخیالم، ولی به هر حال فکر میکنم بیشتر شاید برای امیر خسرو بود. حالا عادت کرده دیگه تو این انقدر آقای عباسی رو تو این سال ما کشوندیم جلو دوربین در این یه ساله که دیگه برایشون عادی شده بکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه تیوی پلاس و شب تولد امام هادی رو تبریک میگم و همچنین عید ولایت، عید قدیر رو به همه بینندگان. تو این یک سال گذشته به قول خانم رهنما ما دیگه حسابی آب دیده شدیم و متوجه شدیم افرادی که سلبریتی هستن و خیلی مورد توجه مردم هستن چه سختی هایی هم دارن. حالا ما که در اون حد نیستیم، ولی مردم خیلی لطف دارن، خیلی محبت دارن، عمدتا همه هم خوبه اون فرد مورد توجه میاد هم بدشو. خدا رو شکر که حالا مورد بدش برای ما کمتر بوده. بسیار عالی. ببینم سال از یه سال پیش که مصاحبه گرفتی فکر میکردی ازدواج ما تو یه سال لبون میاده، حس قلبی چی بود؟ من حسم خیلی مثبت بود، چون خب علاقه زیادی واقعا بدون تعارف میدیدم و خب طبیعتا انتخابی که از روی علاقه باشه نه محاسبات دیگری توش باشه، خب آدم پیش بینی میکنه که دووم داره. ما محاسبات خیلی از کامنت گذارا رو بکنم به هم زده. ولی واقعیت اینه که یک استاد معنوی و عرفانی دارم که چند روزی یه چیز بسیار زیبایی یادم داده که برای شما و مردم خوبم میگم، قبلا برای همسرم گفتم، و اون اینه که ما باید از کسایی که در مورد اون بدگویی میکنن یا قضاوت هم میکنن خیلی خیلی قلبا ممنون باشیم. شاید خندتون بگیره، ولی واقعیت اینه که در ادیان مختلف و در مشربهای فکری مختلف همه بزرگان اعتقاد دارن که هر کس که از شما بدی میگه یا قضاوتی در مورد شما میکنه در واقع به اصطلاح قدیمی ها داره گناهان شما رو میشوره، و به اصطلاح حالا عرفانی که در جای دیگه از شرق در جریانه، کارمای شما پاک میشه. یعنی اگر شما خواسته یا نخواسته در جهان هستی بدی به کسی کردین یا حواستون نبوده دلی رو شکستین، وقتی که مردم شروع میکنن به بدگویی از شما، اون در واقع اثر سوء رفتارهای شما به مرور پاک میشه. و خیلی برام جالبه، امروز زیر یکی از عکسام نوشتم ممنون از همه اونایی که با کلمات خوبشون واقعا به ما انرژی دادن. زنهای ایران زمین واقعا به من انرژی دادن، یعنی خیلی محکمترم کردن و خوشحالم، خیلی خوشحالم که حمایتشون رو داشتم. و همینطور از کسایی که با حرفای بدشون باعث شدن ما مصممتر بشیم و فکر کنیم چقدر کار درستی کردیم، و خیلی ممنونم، چون من قطعا به عنوان بازیگر پیش اومده که شاید توی محیط کار بی‌حوصله بودم تو خیابون. خیلی وقتا من واقعا حوصله عکس انداختن ندارم، انقدر تو بدو بدو هم و کارم زیاده، دل کسی رو شکوندم و فکر می‌کنم این دوستان کامنت گذار منفی و همه گناهای ما رو خریدن و انشالله که به دوششون سنگینی نکنه. من از اونا خیلی ممنونم. برای خیلی چیز جالب بود، درسته این از لحاظ مذهبی دیگه به طب همینه دیگه. و ما یه روایتی هم داریم که امام جعفر صادق می‌فرمایند اگر به شخصی تهمت بزنید تو همین دنیا، از این دنیا نمیرید تا به اون دوچار شید. بله. و همون کار رو انجام بدید و در اون نقطه قرار بگید. ما عمدتا عادت داریم که همیشه دیگران قضاوت میکنیم و این خیلی مشکل عمده ما ایرانی هاست. عمدتا قضاوت میکنیم. الان توی پیجای اینستا وقتی شما میرید
خیلی اصلا میای کامنت منفی میذارن، وارد پیج اینستاش میشی اونجا تیتر زده که آقا دیگران رو قضاوت نکنیم، و خیلی جالبه این، یا امثال این، بله امثال این جملات خیلی دارن، و ما همیشه سعی کردیم شعاف باشیم تا در واقعیت باشیم. اگرم دقت کرده باشید یه عبارتی بین تمام مردم ما مرسومه که میگن آقا مسلمون نیستیم، که خارجی ها مسلمونن، اروپایی ها مسلمونن، و نمیم رو خودمون کار کنیم که با دیگران کار نداشته باشیم و دیگران رو قضاوت نکنیم و ما هم بشیم همون اروپایی، سرمون تو کار خودمون باشه، هدف خودمون رو دنبال کنیم. ما عادت داریم، حالا این عادت از قدیم تو فرهنگ ما نهادینه شده، و نمیم خودمون هم تصفیه کنیم، پاک کنیم، از بین ببریم. حالا ما یه اسمی هم به عنوان دین داریم یدک میکشیم، که دین ما اول گفته آقا غیبت نکن، تهمت نزن، همه اینا رو گفته، یعنی صالح باش، ولی اروپایی این کارا رو داره میکنه. مایی که ادعامون میشه بچه مسلمونیم و خدا رو از همه بیشتر قبول داریم، ما اینا رو انجام نمیدیم، و همین کوچولو کوچولو بزرگ میشه، میریم میشیم آقا نماینده مجلس، وزیر، کبیر، بزرگ یه مملکتی میشیم، و در نهایت هم همون تخم مرغ دوزه شتر دوز میشه، و این وضع مملکت هم میشه. من فکر میکنم که شاید این بحثی که شما میفرمایید، فکر میکنم توی دنیا الان یک مسئله هست، اونم مسئله خب بعد از اینکه فضاهای مجازی اومد، یعنی من حتی یه ویدیویی دیدم در مورد سرشناس‌ترین چهره‌های هالیوود و ورزشکارای آمریکایی بودش که کامنت‌های منفی که براشون اومده بود می‌خوندن، و خب اصلا برنامه دارن و تو اون برنامه می‌نشینن پیش مجری کامنت‌های منفی رو می‌خونن و می‌خندن، و اسم نه اونا خیلی‌هاشون ناراحت می‌شدن، بله. زمان نمی‌خندیدن، خیلی متأثرم می‌شدن، چون ولی درصدش خیلی کمه. خب ما که ادعا میکنیم میخوایم سمت یه فرهنگ خوب بریم، فقط حرفشو میزنیم، ما هیچ وقت شروع نکردیم به عمل کردن. من آقای از زمانی رادان هم همینو نوشته و فهم کم چند وقت پیش که حدس میزنم آقای رادان بود یا یکی دیگه از دوستان، که شما به گناهی که به دیگران نسبت میدین حتما از دنیا میرین. همین روایت خیلی روایت جالبیه. من البته ما در تی وی پلاس عقیدمون اینه که اگر که واقعا هر کسی هر حرفی نسبت به ما داره، حتی اون حرف بی پایه و اساس کذب توهینه به تی وی پلاس ها، نه به افرادی که در تی وی پلاس باشون مثلا، ما واقعا آزاد گذاشتیم که افراد اینو بگن، چون فکر میکنیم که بذار دیگه این بریزه بیرون. چون من فکرم ما توی فرهنگی بزرگ شدیم، اینو جدی میگم، اینقدر همیشه به ما گفتن نگین اینو تو روی طرف نگین، این بهش بر میخوره، یعنی شاید واقعا باید یعنی تمرین نقد پذیری، تمرین آزادی بیان، اینا رو از همین نقطه فحش شنیدن و اینا شروع بکنیم و اجازه بدیم آدما بگن. من دیگه تمام، آره شما خودتون اسطوره این در این زمینه، از یه جایی به بعد آدما اذیت، آدمای اطرافتون اذیت میشن، یعنی من بله. فنای خیلی پر و پا قرص عجیب غریب دارم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر که اصلا واقعا یه حس عجیبی محبتی به هم دارم. چند روز پیش اتفاقا از یکشون اجازه گرفتیم، یه صدایی برای من فرستاده بود که هر روز داره لطف میکنه، میره شاه عبدالعظیم برای شکستگی پای من. من واقعیتش بستن کامنتا من که اصلا، یعنی شاید بهت بگم بالای 4 ساله که تقریبا اصلا ناراحت نمیشم، با یک دید دیگه به همه چی نگاه میکنم، ولی واقعا طرفدارامو ناراحت میکرد. یعنی علت بستن کامنت های من به خاطر پریا و طرفدارام و مثلا مامانم که اینستاگرام داره و دوست آشناهای نزدیک و خواهرای امیر خسرو اینا بود، یعنی خب واقعا اونا آدم های معروفی نیستن و به تنش میفتن وقتی میبینن مثلا رجب عزیزشون یکی داره نفرین میکنه. خب برای واقعیتش که تهش در آزادی بیان اینطوریه که مثلا ممکنه که واقعا یه تعدادی از مخاطبین ما مثلا از من خودمو میگم آره، حالشون به هم بخوره یا متنفر باشن یا به نظرشون بیاد که اه چقدر این بده. خب شما یه رسانه، شما خیلی فرق داریم با یه آرتیست، یعنی شخصی نیست. میخوام بگم این سکانه هویت من زیر سوال نمیبره، این یه نظر از طرف یه آدمی دیگه، توی صفحه درست نیست به نظر من. خیلی از آرتیستا که الان
در واقع کامنتاشون واسن بحث آزادی بیان نیست، چون رو صفحات دیگه هر کی هرچی دوست داره راجبشون میگه دیگه، میدونی صفحات دیگه رو که کس نمیتونه، ولی اون چون حریم شخصی اون آدمه فرق میکنه با یه رسانه‌ای که شما اصلا کار تولید میکنین که کارتون دیده بشه، بازخورد داشته باشه، ویو بخوره، لایک بخوره و اصلا رسانه به دیده شدنه. ولی برای ولی به خدا تولید نمیکنین فوش بشنوی، یعنی واقعا ما هم آدمیم و ما هم مثلا وقتی خیلی شما میدونین که ما چقدر برای کارمون زحمت میکشیم، میگم شما نمیتونین به عنوان یک رسانه از لحاظ نه پاکم نمی کنیم اونش که خیلی واقعا یعنی اگه اگه خب دوستان باشه پاک میکنیم ها، ولی نسبت به خودمون واقعا پاک نمی کنیم. ببینید من موقعی پاک که هیچ وقت نمی کرده، همه چی بود رسانه. من با این قضیه زمانی که کنار اومدم این بودش که اومدم یه نگاهی کردم، حالا لحاظ دینی گفتم که از صدر اسلام به خود حضرت رسول اهانت میکردن. بله، خیلی طرفدار خوب داشتن، حالا میامدن مریدشون میشدن، کامنت های خوب به حضرت رسول میدادن، یه سری دیگه هم بودن که حتی خاکستر و شکمبه گوسفندم رو سر حضرت رسول خالی کردن. بله، همینطور حالا امامای ما خیلی موافق داشتن، خیلی هم مخالف داشتن. خود خدا یه سری هستن که اصلا خدا رو قبول ندارن. بله. و من موقعی که اینا رو نگاه کردم گفتم خب برای من الان کجای این داستانم؟ من که ذره خاک پای اونا هم نمیشم، که خاک پای ائمه و چهارده معصوم نمیشم. اینا تمام این سختی ها رو کشیدن، دیدن، اهانت شنیدن، فوش خوردن و عرضم به حضور تو همه اتفاقات بوده. اومدن باز دوباره راهشون رو ادامه دادن و به همون سمت هدفشون حرکت کردن و این کاملا منو آروم کرد و خدا رو شکر که برای من خیلی جالبه، مردم محبت دارن. حالا من نه تو فضای هنری بودم نه تو این جامعه هنری خواستم فعالیتی داشته باشم. حالا ما از زمانی که اومدیم همسرمون و خانم رهنما انتخاب شدن و در کنارشون بودیم، شاید مردم ما رو شناختن، مردم عادی، و همین مردم عادی انقدر لطف دارن که شرمنده میشیم. من دیروز دفتر یکی از دوستان بودم، مجتمع نور، و وارد آسانسور شدم، یه آقای من شناخت و آقا ما شما رو تو قاب گوشی میبینیم و ابراز محبت کرد، خداحافظی کرد. کارم همونجا که تموم شد اومدم تو آسانسور، آسانسورشون هم بزرگ بود، تنها بودم، دیدم تلفنی که داخل آسانسور زنگ میخوره. گفت آقای عباسی، گفتم بله بفرمایید. گفتش که آقا شما همسر خانم رهنما هستین؟ گفتم بله. گفت من کنترل چیه این مجموعه هستم، شما رو تو دوربین دارم میبینم، من میخواستم با شما یه عکس بگیرم. آقا محبته، من حالا هر لحظه منتظر بودم فوش بده حالا حرفی بزنه. بعد گفت آقا اگه امکان داره جلو مثلا حالا تو قسمت لابی منتظر باشی، من الان میام با شما عکس میگیرم. و این برای من خیلی جالب بود. و از اون طرفش هم این بودش که یکی از دوستای نزدیکم حتی به من گفت آقا شما که الان اومدی وارد یه عرصه‌ای شدی که حالا معروف‌تر بشی، دیده‌تر بشی، بیشتر بشناسنت مردم، افراد نزدیکی که با شما تا الان دوستی می‌کردن همه ازت فاصله می‌گیرن. و من همش این برام سوال بود، میگفتم اصلا همچین چیزی امکان نداره. به فرض مثال من چند سال با فلانی دوست بودم، مگه میشه من جدا بشم؟ و همین اتفاق افتاد. تا الان طی این مدت زمان یک ساله من شاید دوستانی که حداقل دوستیشون کم کمش 10 سال 7 سال بود با من و شاید در هفته بالای 10-12 بار همدیگر رو میدیدیم، صبح و بعد از ظهر یا هر روز همدیگر رو میدیدیم، اینا الان رفتن از این محیطی که دور من بودن، همه اینا جدا شدن. و این برام جالب بود تا با یکی از این عزیزان و دوستانی که حالا با خانم رهنما همکار هستن صحبت کردم، گفتم یه چیز طبیعیه، اصلا ناراحت نباشی، چیز طبیعیه، الک میشن، سرند میشن، خیلی ها میرن، خیلی ها شاید طاقت دیدن ندارن. باز بر میگرد به اون غریزه های درونیشون، حالا بحث حسادت، بحث ندونستن و نتوانستن و ندیدن
موفقیت یا نگاه کردن شماه. چرا؟ چون من از اولی که کار کردم همه یه هدفم این بوده که آقا به اون نقطه برسم. حالا همه آدم هم سختی هاشون رو کشیدن، ما هم به تب داریم سختیمون رو میکشیم و سختیمون هم کشیدیم تا به این نقطه تونستیم برسیم. و این دوستان پله پله من جدا شدن. ما زمانی که اومدیم ازدواج کردیم با خانم رهنما شاید 20% 30% رفت. زمانی که اومدیم ما باز اتروت کلون زدیم، تولید کردیم، وارد کردیم، 50% دیگه شون رفتن. زمانی که اومدیم رنگمون زدیم الواقشون هم رفتن دیگه. من دیروز گفتم چرا همه رفتن اینا؟ تو قبلش هم گفتم حاجی مخلصی دنیا تنها هم دیگه. شما حالا شاید خیلی قیاس محل فارق باشه، ولی مثلا آدم های مثل استیو جابز یا خیلی آدم های موفق شما سرگذشتشون رو که نگاه میکنید، چون من خیلی برام جذابه. بله. اکثرا آدم هایی هن که تقریبا حتی نزدیکانشون رو از دست دادن به مرور توی این مسیر موفقیت هرچی جلو تر رفت. عجیبه. و حالا خب تو ایران خیلی برام عجیبه. چون معمولا آدم ها دوست دارن اتفاقا خودشون رو بچسبونن به آدم های موفق. اصلا پدیده اسنوبیسم که حالا حتما مطالعه داریم میدونین جناب آقای دکتر محمد قائدم یه مقاله‌ای دارن اسنوبیسم چیست که در واقع به این مسئله پرداختن، دقیقا همینه. اصلا یک سری دنبال این هستن که یه هویت جعلی برای خودشون از معاشرت و نزدیکی به آدم‌های موفق در حوزه‌های مختلف ایجاد بکنن. ما حوزه دوستیامون خیلی بسته است، این با دوستای قدیمی فرق میکنه. ما اصلا آدم جدید تقریبا نداریم. یعنی ما همه تمام دوستانی که قدیمی خودت بودن، خودت 20 سال من میشناسم واقعا، شاید اینقدر من نسبت به تی وی پلاس تو ما از مهده کودک که ساناز از من خیلی کوچیک‌تره واقعا. ولی واقعا من از سالی که اومدم تو این کار یه سری دوست دارم، سه آدم معتمد دارم و حرفی بله. که همسر میزنه بیشتر راجع به آدم‌های قدیمی آدم، وگرنه بله اینجور آدمایی که میان طرف آدم‌های معروف که خب زیادم هستن، برای من که خیلی خوب قابل شناسایی، من به شدت دافیدم و خیلی من دایره آدمام اتفاقا بسته است. با اینکه آدم اهل رفاقت و اهل بروبیایم، داشتم اینو میگفتم نشد که عرض کنم خدمتتون، خیلی برام جالب بود. چند وقت پیش یکی از دوستام میگفتش که زمانی که حضرت علی رو در محراب به شهادت رسوندن، یه سری از اهل کوفه گفتن مگه علی نمازم میخوند؟ یعنی خیلی چیز غم انگیز و در این حال خنده داریه ها. خیلی بر من جالب بود. حالا دیگه ماها که دیگه خاک پا و اصلا یه ذره هم در این عوالم بزرگان نیستیم، ولی منظورم اینه که اون حال قلبی آدم خیلی مهمه دیگه. این که تو میدونی قلبت چی میگه، چی کار میکنه، کجا داره میبرتت. و زمان خیلی چیزا رو ثابت میکنه. زمان واقعا به نظر من بهترین تمیز کننده است. یه جوری این وایتکسه، لکه همه چی از بین. یه ذره زمان رو هر چیزی بگذره واقعیتش نشون داده میشه. من از طوری که صحبت ما شروع شد و صحبتهایی که شما و جناب عباسی کردیم به این چه رسیدم که شما سال سختی رو گذروندید، چون خیلی با دل پر درد و چیز شروع شده. اصلا خیلی اتفاقای عجیب دیگه از همه مهمتر. چون معمولا دیگه اصل زندگی مثلا همون سال اول اینا شما، ولی فکر کنم واقعا خیلی این فشارهایی که روتون بود و این قضاوت ها واقعا سخت گذشته شد. به هر حال همه ما از گوشت و خونیم. آره، سال اول یه رابطه جدید و به هر حال ازدواجی که حالا با این همه سر و صدا انجام شد طبیعتا اینا رو داشت، ولی خب خیلی هم به ما خوش گذشت. یعنی همش یا زیارت بودیم یا سیاحت، به قول آقای عبدی که حالا ما عبدیشو رو رفتیم، ولی ما اصلا نفهمیدیم ساناز جون من ممنوع کارم، ممنوع ورودم، ممنوع خروجم. یه روزه فهم که الان درو باز کنن اگه در خونتو به من نمیتونی بیای بیرون. یعنی من مثلا سریالم روی آنتنه، همزمان در حال بازی توی یک سریال هستم و واسه برنامه آقای عبدی رفتیم و خودشون هم دعوت کردن. وقتی هم که دعوت کردن، چون من خیلی آقای عبدی رو دوستم، دوباره هم نقش بابام و عموم و اینا رو یاد نانایش گفتم. چند شب پیش نانایش می‌دیدم. خدا حفظشون. مژده این که آقای داوودی قرار نانایش رو دور بسازن ان شاءالله در طول سال آینده. بعد وقتی که آقای عبدی و در واقع آقای زمانی اینا زنگ زدن، من گفتم که من برنامه تلویزیونی راحت منو نشون نمیدم، با سریال فرق داره ها.
گفت نه ما استعلام گرفتیم و اینا. بعد به هر حال خب برنامه‌شون هزینه داره، یعنی مثلا شما یه مهمونی دعوت می‌کنی، یه هدیه برای مهمونه، در نظر می‌گیری فیلمبردار تو اون روز آفیش می‌کنی، مهمونت برنامه با اون تلویزیونی خیلی سنگینه. آره و به راحتی بعدم به تایید کننده گفته بودن که پخش نمیشه و گفتم به خاطر چی؟ گفتم به خاطر فضای مجازی. بعد تایید کننده گفته بود خب فضای مجازی که همه بازیگرا دارن، مثلا بازیگری داریم با 5 میلیون 7 میلیون فالوور که خیلی هم بیشتر از خانم رهنما فعالن و توی برنامه عبدشو هم بودن و مثلا دوستای خیلی خوبمون هستن و اینا، ولی گفتن نه دیگه ایشون نه. خلاصه الان یاد برنامه عبدشو افتادم چون آقای عبدی امیر خسرو روایت تعریف میگه خیلی برنامه خوب شده و برنامه با آقای عبدی گفت اگه کسی این برنامه رو از شبکه نسیم روشن کرد اشتباه نه شبکه قرآن نیستیم. آره ایشالا خودشون رو فردم تولدشونه، ما به هر حال خیلی دوستشون داریم از اینجا به کل ملت ایران تولد همچین انسان و کمدین بزرگی تبریک میگیم. خب بریم ببینیم که دیگه چه اتفاقایی تو این یه ساله افتاده. حالا گله ها رو کردیم و سیاحت و زیارت هم رفتین، ولی واقعا چالش ها برای، چون خب هر دوی شما به هر حال یک زندگی مشترک قبل از این داشتین، شاید که واقعا واقف بودین به یه سری از مسائلی که به خصوص در شروع زندگی آدم باهاش دست و پنجه نرم میکنه. خیلی دوستم بدونم که چقدر به کارتون مد و در این در واقع حالا گروه سنی ماها ازدواج کردن تو این سنی که ماها هستیم نخواهش کرد چه تجربه ایه و چه چیزای متفاوتی داره، چه چیزای خوبی داره، چه چیزای بدی داره، برای شما چطور بوده در واقع؟ ولی من فکر کنم بیشتر اون آرامش هست که آدم تو این سن دنبالشه و خب من خیلی کناره امیرخسرو و جدا از اون که آرامش داشتم، خیلی واقعا نه اینکه جلو دوربین باشه، خیلی ازش یاد گرفتم. با اینکه خودش آدم عجولیه، کلا آدم خیلی صبوری توی مثلا کارش نیست، دوست داره کاراشو زود انجام بده و مثلا برنامه‌اش اینه، ولی در رابطه با چون می‌دونی کار و مثلا برخورد اجتماعی با برخورد شخصی و احساسی خیلی فرق می‌کنه، برای همین خیلی ها توی کار آدمای دوست داشتنی هستن، بعد آدم می‌بینه زندگی‌های عجیبی رو پشت سر گذاشتن و تو خونه اون شخصیت نبودن، یا بالعکس خیلی از مثلا کارگردانای بد اخلاق ما هستن که مثلا خب دوستای نزدیک ما که مثلا آدما سختشونه باهاشون کار کنن، ولی واقعا همسرای خوبی هستن. این دوتا در مورد آقایون به نظر من کاملا تفکیک شده است و توی زندگی خیلی صبوره، یعنی خیلی آدم بردبار و کوتاه بیا و با گذشتیه و به هر حال من این ازش یاد گرفتم و از اونجایی که من کلا زبونم زبون سرخه یاد گرفتم یه ذره زبونم رو کوتاه کنم، کمتر لج کنم و در مجموع من فکر کنم که خیلی ما، حالا نظر ایشون هم مهمه که بشنویم، ولی فکر کنم خیلی ما انگار برای هم ساخته شده بودیم. یعنی الان مثلا یک سال گذشته، حالا چیزایی سختش هم گفتیم، ولی واقعیت اینه که هرچی جلوتر میرفتیم فکر میکنم چقدر خوب که ما این کار رو کردیم و چقدر درست انتخاب کردیم. مثلا علاقمون، حالا جدا از مثلا علاقه مذهبی که اصلا شاید به نظر نیاد، ولی خب بحث خیلی راجبه مثلا مسائل مذهبی و عرفانی و ماورایی داریم که با هم دیگه میشینیم حرف میزنیم، یه ملات خوبی برای گفتگو، یعنی موضوع مورد علاقه یه برای جفتمون. بعد امیر به تئاتر خیلی علاقمند شد، امیر خسرو، و خب مثلا همین موضوع که میدیدم توی تئاتر چقدر نسبت به بچه‌ها محبت داره و پیگیر، خودش تنهایی میرفت تئاتر میدید، خب برام خیلی جذاب بود. از اون طرف مثلا اهل سفر، خیلی طبیعت رو دوست داره، به قول این نمایشنامه آخری که نوشتم آدم یهویای عاشقانه است، یهویی بریم یه جایی همین الان مثلا بریم فلان جا، و عجیبه برام. یعنی حتما یه قسمتی بوده که ما در این نقطه از زندگی به هم رسیدیم و شاید اگه زودتر رسیده بودیم قدر همون نمیدونستیم، ولی احساس میکنم واقعا یه جورایی نیمه گم شده هم بوده و واقعا آرزو میکنم برای همه. امروز هم توی گروهی که داریم امیر خسرو برای دوست مجرد ما آرزو کرد و گفته من برای هیچ مردی آرزو نمیکنم ازدواج کنه مگه واقعا اون آدمی که برای اون آدم هست پیدا بشه، هم فکرش بشه هم عقیدش بشه، این خیلی مهمه. آقای عباسی به شما چطور گذشت؟ دو تا بخش داشت، کلا خوش گذشت، ولی عرضم به حضورتون که وارد یه دنیای جدیدی شدیم که حالا قبلا براتون توضیح دادم ابتدای عرایزم.
بحث دیگه این بودش که خیلی هم میگفتن شاید شما الان اومدید با یه فردی که سلبریتی عقایدتون اللحاظ ظاهری با هم خیلی فاصله است، ولی برام جالب اینه که شاید ایشون به من قول دادن که نمازشون رو بخونن، نماز اول وقت بخونن، و خیلی آدم هایی که الان دارن کامنت میذارن تو این اینستا، خیلی هم که مدعی هستن بچه هیئتی هم مذهبی هم، من به جرات میتونم قسم بخورم که حالا جلو خود ایشون نمیخوام بگم، خیلی فاصله دارن اللحاظ بود دینی با ایشون، فقط تو یه قدم، اینکه من خودم مدعیم و ادعام میشد و دوروریام هم میدیدم، خیلی مواقع ما نماز صبحمون رو خواب میموندیم و برام جالبه که ایشون با پای شکسته داخل گرچ منو بلند میکرد نماز صبح، پاشو پاشو نماز صبح جانم، من حالا یک کرد دوام آن یه محوظه بخواهی دیر وقت خواهید کاسه دفتر ازش، خب برام خیلی جالبه و این برام خیلی جالبه و ممنونم از خدا. تو تمام مراحل دیگه زندگی هم تا الان شاید بعضی افراد اومدن به من گفتن خب خانومت هم درآمد داره، خودت هم وضعیت خوبه، میتونی جایی که نیاز داری خانومت کمک بگیری، ولی من به غیر از حمایتی که شاید هر مردی از خانومش بخواد از ایشون نگرفتم، و اون حمایت هم این بوده که میگفته قصه نخور، تو موفق میشی، میتونی حرکت کنی بری جلو، به قول یکی از دوستامون میگفت تو خودت کلت نترس، سر نترس، داری ریسک میکنی، و الان یه نفر اومده هی داره هولت میده، خودت بدتره، هی داره اینکه برو جلو انجام میده، و تا الان هم خدا رو شکر تونستی موفق بشیم. و حالا شرایط بازار گونه ای بودش که ما چند وقت پیش یه ایونت اتکلون داشتیم، متاسفانه قوانینی که ما توش کشورمون داریم، اگر آمریکا ما رو تحریم کرده باشه، دولت مردای ما، قانونگذارای ما، اینا ما رو 10 برابر آمریکا تحریم کردن. یه کشوری که تحریم میشه به تبع باید وارداتش رو باز بذاره که بتونه محصولات حداقل مواد اولیه راحت‌تر وارد کشور بشه، ملزومات وارد کشور بشه که بتونه اون نیازا به حداقل برسه و در رفاه باشه جامعه. ولی متاسفانه اصلا آمریکا نیومد گمرک ما رو ببنده، ولی دولت خودم اومد بس و همه موندن، بعد تمام تولید کننده ها الان 5-6 ماه موندن و یک کالا دلار اگه 2 برابر گرون شده، اکثر کالاها 4 برابر گرون شده و هیچ کسی هم نیست که در این مورد نظارت کنه و صدای همه داره در میاد و این خیلی بده. و من همیشه دارم میگم یه بیزینسمنی که تو ایران هست میخواد بیزینس بکنه، این ورزشکاری هستش که سوارکاری، تیراندازی با سوار، یه ورزشی هستش که اون کماندار روی اسب نشسته و یه هدفی رو میزنه، این دقیقا بیزینس تو ایرانه. هم باید حواست به اون مرکبت باشه، به اون اسبت باشه که یه وقت حالا تو در دیوار نره، از اون طرف هم باید انقدر قدرت داشته باشی خودتو کنترل کنی نیفتی، از اون طرف هم باید انقدر قدرت داشته باشی تمرکز کنی که تیرتو بزنی به هدف. یعنی الان ما باید انقدر مراقب باشیم صبح بلند شیم قانون بر نگرده، و همه این الان درد دل تمام کاسبا، تولید کننده ها، بیزینسمن های داخل ایران، و همین حبابه که حالا مرسومه بین مردم، همین حبابه اقلیت افرادی هستن که حالا رسته آقازاده ها هستن، اینا همشون دارن از این آب گلالود ماهی خوب میگیرن و تمام افرادی که ریشه دار هستن دارن ریشه هاشون خشک میشه و این اتفاق خیلی بدیه. ما الان داریم نگاه میکنیم میبینیم که من خودم الان تو این بوت هستم دارم نگاه میکنم بابا آخه چرا این قانون رو گذاشتی که ما الان نیاز داریم و شما اصلا میدونی آقا این مواد اولیه است باید بیاد، آخه به چه دلیل خود دولت ما جلو اینو داره میگیره، میدونیم دلیلش چیه، آخه چرا این کار رو داریم میکنیم، آقا آمریکا ما رو تحریم کرده، شما ها بدتر از آمریکا دارید ما رو تحریم میکنید، آقا جلوشو باز بذارید بذارید بیاد، اون که نیومده توی کشتی ها جلوی کالا رو بگیره بگه آقا بار نزنید بیاد، ما داریم میاریم بار رو تو گمرکمون، گمرکمون به جای این که سهولت در ترخیص کالا انجام بده بیشتر داره میبنده.
و این درد دل تمام تولید کننده است. الان کالاهایی که گرون شده، شما یه آب معدنی میخوای بخری، یه آب معدنی چرا گرون شده؟ به خاطر اون پتش، مواد اولیه که بابت تولید ظرفش هست چندین برابر شده. آقا چرا؟ میگن آقا وارداتش مشکل داره، رنگش مشکل داره، لیبلش مشکل داره، وارداته چاپش مشکل داره. این درد دلایی هستش که شاید خیلی از بیننده ها که تولید کننده هستن همه میدونن و دارن اینو به من بارها هم گفتن. آقا اگه یه جایی رسانه بود شما حتما خواهشن طرف ما این صحبت رو بود. بله. و من به جای اون دوستان اینجا اومدم همچین صحبتی بکنم. و به غیر از این عرضم به حضورتون، سال گذشته انقدر خانم راهنما و دیگر دوستای هنرمندشون علاقه من کردن ما رو در زمینه هنر که شاید ما تصمیم گرفتیم به اتفاق دوستانمون یه بنیاد فرهنگی هنری، یه مؤسسه فرهنگی هنری که ما شاید تا الان تو ایران نداشتیم که شبیه یه دانشگاه سینمایی باشه. بله. یا تئاتر و سینما باشه بخوایم تأسیس کنیم که از آموزش بازیگری باشه داخلش، از آموزش تصویر برداری باشه، از آموزش صدا برداری باشه، گیریم باشه، داستان نویسی، تمام این زوایاشو بخوایم تو اون مجموعه حالا زیر نظر وزارت علوم در تهیه هستش که ایشالله اینو بخواهی فعال کنید. ایشالله. میبینم پس این سالی که شما دیگه همه انتظار دارن شما فوکوستون رو خودتون و زندگی خصوصی باشه، ولی حسابی هم کار کردین. آره هر یعنی هر کدوم رو نگاه میکنم میبینم که هزار ماشالله بزن به تخته کلی کار انجام دادین. چرا خندم میگیره؟ چند روز پیش که جاده بودیم بعد آب معدنی یارو میفروخت 2000 تومان. بعد من خواب بودم بیداشم به خود فکرم این اصحاب کف میگفتم ایرانیم، تازه خواب بوده بودم 2000 تومن آب معدنی وسط اتوبانته خواب و بیدار بودم، واقعا فکرم دارم خواب میبینم. آب بخری تو کشور خود 2000 تومن. شما الان اعلام کن فرزندگی هستی، دست از سر من بردارم. من 12 سالم بود، پدرم به رحمت خدا رفت و از 12 سالگی هم که حالا خودمون بودیم و خودمون به جمال عباسی به هیچ ارگانی و به هیچ جایی هم وابسته نیستیم. خدا هم باز شما رو رحمت کنه. من تو این اینستامو که باز میکنم تو دایرکتام خیلی کم میرم، خیلی کم میرم و این مطلبی که شما فرمودید مردم خیلی تحت فشار هستن، به خدا شرمنده مردمم و خیلی مواقع شاید ناراحت میشم و گریه هم میکنم. بله. بعضی از دوستان من گفتم باورشو نمیشد وقتی باز کردن دایرکت منو، خندیدن گفتم مگه کمیته امدادی؟ و خیلی جاها نمیتونم اصلا کمک کنم به دیگران، بلخص تو این شرایطی که وضع اقتصادی اینقدر خراب شده. یه مثالی هست میگه هر کی بامش بیش برفش بیشتر. شاید الان این اتفاقاتی که از لحاظ اقتصادی تو جامعه ما افتاده ما خیلی متضررتر شدیم تا دیگرانی که حالا تو این زمینه کارمند بودن نمیتونستن فعالیت این گونه بکنن. و من الان اینقدر شرمنده هستم که وقتی باز میکنم نسخه برای اون عکس گرفته فرستاده 240,000 تومان پول نداره بده، اومده سقف خونش خراب شده، کفش بچه ندارم، لباس. به خدا من شرمنده تونم که نمیتونم کمک کنم و الان از خدا میخوام که انقدر به خودتون بده، به من بده که ما بتونیم آقا این فقر را کشورمون دور کنیم. و متاسفانه اینو بگم کشور ما انقدر غنیه ولی مدیران نالایق داره که این فقر رو نمیتونن کشورمون دور کنن و الا کاری نداره. دو تا مدیر مقتدر بالا سر این درآمد باشن راحت این کار انجام میشه. یک خانم بازیگری که ایشون هم حالا تو حقوق کودکان کار میکنه برای با خاطبینش تازگی ها توضیح داده بود، بازیگره در واقع حالی بودی که خب من به عنوان بازیگری که 30 ساله دارم کار میکنم برندهای مختلف اسپانسر لباس من میشن، برای من لباس میفرستن، نمیدونم برای من مثلا هدیه میفرستن و خیلی از چیزهایی که شما اگه مثلا کمد عجیب غریب منو میبینی اینا در طول سال
برند هایی که حالا لباسشون رو به من دادن یا توی فیلم من پوشیدم یا حالا این لباس رو مثلا به عنوان یه سمپل من استفاده کردم. جالب بود که یا حتی از آرشیو لباس شبکه ها استفاده میکنم، میدونی که در خارج خیلی وقت داره، ولی نه این جالب بود که گفته این چیزهای زیاده که من دارم علتش این بوده. بله. داشت توضیح میداد در این مورد، چون حالا مثلا یه بخشی از درآمدش رو برای کودکان صرف کرده بود و برام جالبه که مثل که این مسئله اقتصادی تو همه جای دنیا الان، خیلی تو ایران شاید بیشتر، ولی همه جای دنیا انگار فشاره روی آدمو و انگشت اتهام بلافاصله میره طرف آدمای معروف. من اون دفعه هم گفتم اگر واقعا مردم ما اینقدر که زوم هستن روی زندگی سلبریتی ها، زوم بودن روی زندگی آدمایی که زمام قوانین و اتفاقات مملکت دستشونه، شاید خیلی زودتر ما به نتیجه میرسیم، یعنی انتقادات مثبتی میشد. و اینکه واقعیت اینه، واقعیت جاری و ساری جامعه ما اینه که ما اصلا تصمیم گیرنده نیستیم. مثلا یه سلبریتی چقدر میتونه تصمیم گیرنده باشه در اتفاقات عمومی جامعه یا قانونگذاری، یا مثلا این همه سالیان سال خانمای معروفی که توی بخش حقوق کودک فعال بودن، هنوز ما در بخش حضانت کودکان نتونستیم هیچ قانونی رو به عنوان حالا چارت سلبریتی که دنبال این موضوع بودیم تغییر بدیم. بنابراین ما آدم های تاثیرگذاری نیستیم خیلی زیاد، فقط روی دوستدارانمون تاثیرگذاریم و قدرت در دستمون نیست. حالا اینکه چرا انقدر بعضی وقتا هم ما ترسناک میشیم که توی برنامه تلویزیونی که از قبل تعیین شده یه دفعه میگن که پخش نشه، من نمیدونم چرا انقدر ترس از ما، برای چی؟ یعنی ما اصلا کاری از دستمون برنمیاد. من میخوام اینو بگم، من بارها به جوونا گفتم به جای اینکه الگوتون، یعنی مثلا بگین که فلان آدم معروف الگوی منه، بگردین بین آدمهایی که زمامدار مملکتتون هستن ببینین الگو میتونین پیدا کنین. چرا نباید اونا الگوی ما باشن؟ چرا مثلا نباید ما مثال بزنیم بگم مثلا وزیر سابق فلان رو، مثلا چون حالا خیلی هم حتما توشون آدم های خوب هم بوده. خیلی سیاسی اختیار اصلا شد برنامه شبکه 4 اصلا سالگرد ازدواجه، چه فرضیه ما دیرمون شده. بریم دیگه. آخرین سوالی که دوست دارم در موردش صحبت بکنیم، شاید برای خیلی هم که شرایط شما رو داشته باشن جالب باشه، یکم هم از فرزندانتون صحبت بکنیم. شما آقای عباسی چی شد مشکل حل شد با دختر خانمشون؟ دیدم که یه سری عکس هایی برای روز پدر و اینها منتشر کرده بودیم. مشکل نداشتیم. ببینید من میدیدم فرزندمو، حالا همینجور که یه پیجی همیشون اومد زدن و اینکه توش عکسای قبل ما هم بود، مثلا سال قبلمون همه این بود، خودشون هم گذاشته بودن و حالا تحریک شاید بزرگترش بود اومد این اتفاقو رقم زد و الانم با هم در ارتباط هستیم، میبینیم هم دیگر رو، با هم میریم بیرون میایم و این شاید اتفاقی هستش که 10 سال پیش رخ داد 11 سال پیش رخ داد که منجر به یه جدایی شد و حالا محصلش نتیجهش این فرزنده و این انیس خانوم هم به قول معروف الان داره درسشو میخونه و منم در کنارش هستم، تا الانم بودم و حالا همینجور که خود شما مطلع هستید و دیگران دوستانم میدونن، یه شیطنتی بود که بزرگترشون اومده بود انجام داده بود که حالا نمیدونم هدفشون هم چی بود، ولی انشالله که خدا ما را به راه راست هدایت کنه. خیلی مهم بود این مسئله، یعنی شما دلنگران بودین و پیگیر بودین. آره خیلی خوشحال شدم از اینکه این حلقه اتصال بین امیرخسرو و انیس عزیز دوباره برقرار شد و خب به هر حال یک کمی هم با هم صحبت کردیم راجع به اینکه بچه، خب حالا چیزی که من یاد گرفتم خصوصا تو این 3 سالی که سفیر انجمن حمایت از حقوق کودک بودم، انسان ها زیر 18 سال همشون بچه هستن و در واقع اختیاردار خیلی چیزها نیستن، یعنی ما باید اینو بپذیریم که شاید بچه تحت تاثیر شرایطی قرار بگیره. و خب واقعیت هم منم اگه پدرم مثلا مثل امیر انقدر خوش قیافه بود و انقدر مهربون بود و حالا یه دفعه معروف شده بود، خب شاید بیشتر دوست داشتم که ببینمش. این حق و بچه داره که این هیجان رو داشته باشه. ولی واقعیت اینه که من در مورد پریا خیلی از امیر خسرو ممنونم. من ابتدایی که میخواستم ازدواج کنم، چون پریا اولویت منه کلن تو زندگی، بهش گفتم که من یه همچین قصدی دارم و حالا میدونست که قصد ازدواج دارم و یه بار فرستادمش با امیر خسرو بیرون که با هم صحبت کنم
و گفتگو کنم با هم دیگه و اومد به من گفت مامان این آدمیه که مطمئنم که خیلی هوا تو داره، از این آدمایی که خیلی ساپورتیو حسودینا پریا خیلی جالبه که سال علاقه شما رو میبینه مثلا رابطه پریا با امیر خسرو مثلا از رابطه پریا با من، چون به هر حال ما یک کلگله مادر دختری داریم الان هم یه مدتی ایران مشغول ضبط موسیقی های جدیدشه که حالا احتمالاً دیدین تنظیم شعر همه کارا مال خودشه، میره استودیو میاد سرش به کار خودشه، ولی خب اصولاً حرفاشو یعنی سه حرفاشو با امیر خسرو بیشتر از من میزنه. خیلی با هم چند روز پیش امیر خسرو می‌خواست یه جلسه کاری بره، میگه پری خیلی مهمه منو دعا کن، میگفت امیر شما رو من تاثیر خوب گذاشتی دیگه برو رو بقیه حتما تاثیر خوب میگذاری. و خیلی خب این خیلی مهمه به نظر من، هر آدمی که ازدواج مجدد میخواد بکنه مخصوصا برای خانم ها، چون بچه ها از مادرشون یه انتظار عجیبی دارن دیگه، حتما باید با بچه صحبت بشه، بچه شرایط رو درک بکنه. و همینطور من از شما نوجوانای عزیزی که ماماناتون بیوه هستن یا ماماناتون جدا شدن از پدرتون یا پدرتون فوت کردن، واقعا میدونم خیلی سخته، ولی خواهش میکنم به سالهایی فکر کنین که شما دنبال زندگیتون میرین و شاید مامانتون احتیاج به یک همراه، یک همقدم، یک آدم مهربون کنارش داشته باشه. این حق رو بدین. تازگی ها کتاب خیلی خوبی رو توی کتاب خونیام دارم میخونم به نام افرا، شیراز خیابان افرا، داستان یه زنیه که دو بار هم ازدواج کرده، یک بار جدا شده و یک بار شوهرش فوت کرده، از هر دو ازدواج بچه داره و حالا در آستانه 40 و چند سالگی عشق اول زندگیش میاد و اونم آدمیه که شکست خورده است و یه مرد 50 چند ساله و اینا حتی واسه همراهی با هم توی باقی مسیر زندگیشون با هزاران مشکل جامعه و بچه‌ها و عروس و داماد و اینا مواجه.